از همان ابتدا که بشریت به کره زمین پا نهاد و تمدن اولیه را شکل داد، کار یگانه وسیله تأمین معیشت بود. سلام، وقت همه شما بخیر. آرزو میکنم جور و صحت و سرحال باشین و زندگیتان به وقف مرادتان سپری شود. نام خدا آب و هوای کابل جان بارانی است و چه یک آب و هوای مقبول و زیبا و دلنشین پیدا کرده. آمدیم ما باسم به یک جای و میخواییم یک کار خوب را برای شما به تصویر بکشیم و شما آشنایی پیدا بکنیم. مطمئنم که فهمیدین ما به کجا میرم و چی را میخواییم که امروز برای شما به تصویر بکشیم و شما آشنایی پیدا بکنیم. کتاب وسیله ای است که شما را میتونه به آرزوهایتان برسانه. کتاب وسیله و دوست صمیمی شما است. در زمانی که شما هیچ دوست نداشته باشین، میتونین کتاب را انتخاب بکنین و بهترین دوست در زندگیتان کتاب را بسازین. ما در ابتدا برای شما یک کوتاه یک متن به خوانش گرفتم و در مورد کار یکم نوشته شد. ما میریم کار خود آغاز میکنیم، ساخت ساز کتاب و نشر کتاب برای شما به تصویر میکشیم. السلام علیکم. ساعت شما خوب؟ جان شما جو؟ بخیر هستین؟ ساعت شما خوب است؟ بخیر هستین انشاءالله؟ کتاب کار داشتیم. بسیار تشکر. وایز جان هستی؟ بله بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. ساعت شما خوب؟ جان شما جو؟ بخیر هستین؟ شما زنده باشین. لطف کردین. از برنامه کار تلویزیون خورشید آمدیم. یک کتاب هم امرای خود آوردیم. نوشته است که ورد لا و حقوق کار. ما یک چند کلمه در ابتدا در مورد کارم گفتیم و در مورد کتابم گفتیم. ما خواستیم بیاییم به کتاب فروشی شما، همچنان کتاب خوش بکنیم و بخواییم یک برنامه بسازیم روی کتاب و نشریه شما که چگونه کتاب آماده میکنیم و به دست مشتری میسپاریم. خدا یک بار معرفی بگو، کامری تلویزیون خورشید در خدمت به ازو گفتار ادامه میدیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درود به همه بینندگان تلویزیون خورشید و شما همکاران گرامی که لطف کردین امروز اینجا تشریف آوردین. شما ما باعث رهنما در خدمت شما. قربانت آقای رهنما، چطور است فرهنگ کتابخانی فعلا در کابل نازنین و در کل در افغانستان؟ والله شکایت همیشه تمام ناشرا و کتاب فروش ها در افغانستان بوده که وضعیت کتاب در افغانستان متاسفانه به دلیل جنگ یا وضعیت ناوسامان کشور، وضعیت کتاب و کتابخانی نسبت به کشورهای همسایه خوب نیست. ولی در کل باور ما است که در کل بدبین نباشیم و امیدوار باشیم، بیشتر کار بکنیم، بیشتر تلاش بکنیم، مثل کاری که شما میکنین. شما تشریف آوردین و مردم تشویق میکنین که کتاب بخوانند و داخل به ناشرا سر زدین. امین هم خودش یک خدمتی است که شما در حد توان داشتین به ناشرا کردین. قربان شما. شما زنده باشین. باش ما چند کتابم دید بکنیم، ببینیم که کدام کتاب ها را شما دارین. تمام کتاب هایی که در اینجا به نمایش گذاشتین چاپ خودتان است یا شما از دیگه جا هم آوردین؟ نه، مشترک است. ما از چاپ های خود کابل هم است، چاپ ایران هم است. فرهنگ ترجمه چطور است در افغانستان؟ فرهنگ ترجمه با پایین تر از فرهنگ کتابخانه است متاسفانه. ما مترجمین خوب نداریم و کتاب هایی که در افغانستان ترجمه میشه، با وجودی که مثلا در 20 سال اخیر توجه زیادی مردم به زبان های خارجی و خصوص زبان انگلیسی بوده، بله، اما فرهنگ ترجمه نهایت پایین از افغانستان. یعنی هر ناشری سالانه اتفاق نمیفته که 5 تا کتاب ترجمه شده چاپ کنه، در صورت یا 2 تا کتاب ترجمه شده چاپ کنه، در صورتی که دیگه کشورها خیلی مترجمینی هستن که در حدود یک طیف زیادی از جوان ها و نویسنده ها و مترجمین در این بخش چاپ و نشر فعالیت هستن. بسیار عالی. آقای رهنما، کدام کتاب امروز در چاپ است که بریم به دستگاه و ببینیم کدام کتاب برای ما چاپ میکنه؟ امروز دو کتاب خوبی در چاپخانه داریم به خیالم زیر صحافت است که یکی پیاده روی
پیاده‌روی طراحی پیاده‌روی شهری کابل است. خب پیاده‌روی یعنی پیاده‌روی شهری. بله شهری. و رمانی از انتحاری از آقای فهیم کدامنی است که زیر کار است که انشالله بریم ببینیم امروز زیر کار است. خیلی خوب، ما دو کتاب زیر کار داریم و به ماشین است، میریم ببینیم که چگونه آماده میشه. شما کتاب ها رو ببینین، انواع و اقسام از کتاب ها رو ببینین، آماده میشه در خود افغانستان و آماده میسازه آقای رهنما. شما پس لطف بکنین فرهنگ کتاب خانی را ترویج بدین و بیشتر کتاب بخونین اگر میخواین که معلوماتتون بیشتر شه. میریم بخیر روی کار. حالا رسیم ما به مرحله چاپ و قرار است که دو کتاب را که آقای بایس نام گرفتن ما اینجا چاپ بکنیم. بایس جان خودت از کجا نظر میدی که شروع کنیم بخیر؟ مشوره من یه است که ما بخشی کار متقسیم از این طرف خلاص شده، ما آمدیم به مطبعه. بله در مطبعه بخش مسئول را معرفی میکنم، مسئول مطبعه را برای شما معرفی میکنه که کتاب از کجا شروع. خب مسئول مطبعه کی است؟ جسور. اوه جسور جان، جسور عزیز سلام. سلام. خوب هستی؟ سلامت هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ بایس جان گفت که آقای جسور معرفی میکنه. بایس عزیز فعلا دیگه از خود تشکر قربان دایزم. آقای جسور با ما هستن و معرفی میکنن که کدام کتاب زیر کار دارن و کدام کتاب قرار است که چاپ شده. کدام کتاب است آقای جسور؟ اول خوش آمدید میگم شما و همکارایتانه. تشکر. بعد امروز قرار است ما دو تا کتاب چاپ بکنیم. برنامه چی است؟ یکش انتحاری، یک رمان است از آقای فهیم کدامنی. بله بله بله. و بله. کتاب دیگه کتاب تکنیکی است، طراحی پیاده‌راه با تاکید بر شهر کابل که از یک انجینر صاحب است که و بیشتر مردم باید همین کتاب خریداری بکنن و استفاده بکنن بخاطر از اینکه علاقل بدانند در مورد پیاده‌روهای شهری که چی گونه پیاده‌روهای شهری است، قوانینش چی است. خب اول که میایه پلیت میشه کتاب، بعد از اینکه در انتشارات آماده میشه طراحی میشه و مرحله نهایی که تایید نویسنده یا مسئولش گرفته میشه راهی میشه به پلیت. پلیت یک مرحله ویژه و خاصی داره که تحریک اول شده این میره و تبدیل میشه به کدای 01 که توسط ماشین لیزر توسط یک صفحه آلمانیومی خودگذاره میشه. کد لیزری که خاصیت آبی و ضدیابی داره که نقاط آبی و ضدیابی باعث میشه که ما میتونیم میره در ماشین بسته بکنیم. بعد از اون میارین به مرحله بعد از اینکه پلیت آمد پلیت میارین به اساس پلیت اینجا چاپ میشه. این ماشین بروش اول چاپ میشه یا اول پیش از چاپ؟ قبل از چاپ که آمد ما کاغذ به اساس پلیت اول بروش میکنیم. کاغذ سفید کاغذ سفید اینجا بروش میکنیم. حالی کاغذ سفید است؟ نه این جلد کتاب است که فعلا جو مرحله چی هست. کاغذ اولین بار کاغذ سفید. پوشش است؟ این پوش کتاب است. بسیار عالی بسیار عالی. نه احمد فهیم کوهدامنی انتحاری و آقای انجینر بشیر احمد صدید که طراحی پیاده‌روی شهری احمد صدید. این کار ما کدام میکنم؟ خیلی ساده است عارف جان. عارف جان اجازه است یک جای آماده کو که من یک کت بکنم حداقل با هم یک کار را انجام بدیم. عارف ببینیم که کدام قسمت شن ما باید کت بکنیم. خدا کنه خراب نکنیم آقای جسور. نه انشالله چی شده فقط تکنولوژی بدم. تکنولوژی پیشرفت کرده ایرا فشار بتین. حالا بیرون بکن که حالا دست ما را قطع نکنه. یک چیره در مورد ماشین میگم که در مورد ماشین باید بگم که این ماشین که هست اوتومات است. مثلا ما در کارا معمولا دیدیم که زیادی از کارگرها دستشان قطع شده بی توجهی بوده یا هر دلیلی، اما این ماشین اوتومات است. مثلا اگر
پیشتر شما وقتی که فشار دادین کرد برش کرد، اما من اگه دستم اینجا باشه به هیچ وجه ماشین کار نمیکنه. چرا؟ به دلیل از اینکه خب ماشین خودش شناسایی میکنه، سنسورایی که داره میشناسه که یک چیز اینجا هست نباید کات شه، بنان اینجا باید چیزی دست کارگری که پنا باشه. بسیار که یک تخته کاغذ است که از همین ورقهای کتاب جور میشه. بله، از این ما به اساس سایز کتاب معمولا که 4 صفحه‌ای یا 8 صفحه‌ای نظر به کتاب که چنده میشه، ما به اساس از او بینجا میاریم برای پلیت کاغذ برش میکنیم و بعد میره به مرحله چاپ. بسیار بسیار بسیار. حالا ما کاغذ در این قسمت برش میکنیم، بعد از او باز میریم بخیر به مرحله چاپ. شما ببینید مرحله برش. حالا ما ورق سفید آوردیم به ماشین. بله. چطور جسور عزیز؟ حالا برش کردیم، مثلا باش. شما ببینین ما به اندازه پلیت خب باش من ورق را بتم مسئول شه بفرمایید بان که بخیر چاپ شروع شه. ما کاغذ برش دادیم به اندازه پلیت ما. بله. ببینیم متنی که اینجا هست به اساس از این ما کاغذ برش دادیم فکس. و چند صفحه از در پلیت ما باشه؟ در پلیت ما فعلا 4 صفحه داریم. 8 صفحه داریم. کاغذ ما رو برش دادیم به اساس از این. بله. فکس. این حال کاغذ در ماشین مانیم و این پلیت بسته میکنیم در ماشین. خب. که ما با هم کار ما بتیم پلیت بسته پلیت بسته بکن. این ماشین ظرفیت تولید چقدر داره؟ شما کار داره بکنید؟ این ماشین در ساعت تا 12,000 ورق برای ما چاپ میکنه. چاپ میکنه؟ 12,000 ورق در یک ساعت؟ در یک ساعت، یعنی 12,000 صفحه. بسیار عالی، بسیار عالی. ظرفیت آخرش ماشین داری خیلی کلان از این چاپ است، اما شما خیلی کوچک آوردیم، چرا؟ خب فرق میکنه از ما. چی میگن؟ سرمایه نیاز داره که ما باید ماشینری کلان بیاریم به دلیل از اینکه بله. ماشینای 8 رنگ و 4 رنگ و حتی تا 12 رنگ دنیا امروز استفاده میکنن. بله ما دیدیم. ما دیدیم در این مطبعه که در خود افغانستان هست تا 12 رنگ وجود داره. که ما یکی دو مطبعه رفتیم که هموطنان ما شاهد بودن. خب این چند رنگ است؟ این یک رنگ است، ماشین تگ رنگ است. فقط 3 نه، ما 4 رنگ میتونیم که 4 بار بسته بکنیم و همو چیزی را که میخوایم، یعنی زمان کار زیاد میشه ولی همو کار میکنه برای همو کار انجام میده. خیلی خوب، حالا به مرحله بعد رسیدیم، جایی که کتاب سرش میخوره، پوش کتاب آماده میشه، بعد از او بخیر میره بخیر باز به بازار و کارتر میشه. مطمئن هستم که صفایی هم میشه دیگه، پیش از صفایی کردن نمیره به بازار. ماشین سرش هستی؟ ماشین جایی هست؟ شریش هست، این هم انگلیسی هست. این هم انگلیسی هست؟ این ماشین هم انگلیسی هست. ماشین سلبون در این مرحله میایا کتاب. بله. پوش کتاب مانده میشه. بله. و بعد خود کتاب اینجا کتاب هم میمانیم، اینجا پوش کتاب هست و این میایا اینجا شریش میخوره و اینجا جمع میشه کتاب. شریش که تمام شد میره پس دوباره به ماشین کرد. بسیار خوب، بسیار خوب. جسور چند نفر در این فابریکه مصروف کار هستین؟ 8 نفر کارمند داره. نام خدا، 8 خانواده در پهلو شما الهانان روزی حلال میخورن. بیشتر تولیدات شما شخصی است یا قراردادهای دولت هم داره؟ خب کارهای بیرون هم میکنیم، ما دنبال وزارت ها کارش میباشیم بگیریم، قرارداد مؤسسات و یا اینکه تا چقدر میتونیم داز از دست دیگر ها بتونیم بگیریم و دیگه مربوط به کار ما میشه، بازاریابی ما میشه، ولی ما در کل کار بیرون میگیریم، کار داخل فرق نمی. خب امی کتابی که شما آماده میکنین تنها در نمایشگاه خود میمانین یا به بیرون از نمایشگاه خود به دیگر نمایشگاه هم میدین و در ولایات هم صادر میکنین کتابتان یا خیر؟ ما اینجا از خود انشارات خودمان هم چاپ میکنیم و از ناشرهای دیگر هم چاپ میکنیم که وا کتاباشون هم میارن، ما چاپ میکنیم، برشون تسلیم میکنیم و لوگو مشخصات خودشون، فقط کار چاپ شما انجام میتیم و ای به ولایت هم میره، در مرکز هم میباشه، به همه. غیر از کتاب دیگه چی چاپ میکنیم؟ ما کتاب، بروشور، مجلات در مجموع، لترهید، نامهای داری که هستن، پاکت، پاکت های خط، تمام کار کاغذ که در مجموع هست ما در اینجا میتونیم که خدمات چه ایرانی. بسیار عالی.
ببینین ایزا که چگونه کتاب سرش میخورن. بعد از اون ما میریم به مرحله صفایی که پاککاری کتاب و شما ببینید که فعلا در این مرحله کتاب ما وضعیت خوب نداره. این قسمتش بیرو برآمده اضافه است، باید این قسمت قطع شود، قسمت قطع شود، صفایی شود و بعد از او باز بخیر میره و با آسان. شما ببینید فعلا یک پیام دیگر هم که ما به دوستای بیننده دارم، ما با یک شعار کار میکنیم، کاغذ مرگ درختان است، کمتر مصرف کنید. یک شعار محیط زیستی هست و دلیل از اینکه یک کاغذ یک کتاب جان یک درخت میگیره. پس ما به دوستای مهم خواهشم هم است که شما با سایزه استاندارد کارتان بکنین که دای کاغذ کمتر ضایعات بخوره و ما از جنگلات کمتری را کت بکنیم و اکسیژن بیشتری در زمین داشته باشیم. انشالله. با مرحله بعدی میریم. رسیدیم به ماشینی که بروی لمنشن یا پلاستیک میزنه. پوش پلاستیک میزنه. چرا اینا پلاستیک میگیرن؟ این ای قسمت فکر میکنم که خب او از چی افتیده؟ از سرش خطا خورد. سرش خطا خورده. خب اینا به خاطر پلاستیک میگیریم که یک کتاب به ما بده. بله. چرا؟ پوشی که ببینین مثلا اگه ای کمی استفاده شوه ممکن پاک شوه. بله. وقتی که ما پلاستیک میگیریم کیفیت پوش بالا میبره. بله. و ما میتونیم که مثلا آب بریزه ای تر نمیشه. بله. و میتونه جلا بتنه، کیفیت چاپ هم میتونه که بالا ببره. خیلی عالی، خیلی عالی و بسیار زیاد. اما تو به شکل استاندارد و منظم هم ایره بروی شما پلاستیک پوش میگیریم و پلاستیک برویش میچسبانه. و ای هم کتابی از محمد عالم زدیار معاون مجلس سنا. محمد عالم زدیار معاون مجلس سنا البته پیشین فعلا هم هست خواهینه آلام هست و پیشین هم بوده دیگر. خب کار از این تمام است فکر میکنم. تمام است. ماشین دیگه داریم که کریس است. خط میزنه کتاب. کتاب خط میزنه و بعد از او باز زمین ماشینی که کتاب مورد پوش سرش میزنه کجا هست؟ خوب است. عارف و ماشین روشن میریم به مرحله بعدی و کار کتاب که تمام است، مرحله پوش است که سرش بخوره و بعد میره به مرحله پوش. خب حالا آمدیم به مرحله بعدی و جایی که برای ما خط میکنه. بعد از اینکه چاپ شد چاپ کاغذ اینجا میمانیم. بله. و ماشین میایه و این ورقه را برای ما. خب ما این طرف سیر شدم، میخوایم که از این طرف ببینم به این ماشین نه به این قسم به این شکل ورقه را مثلا یک ورق بزرگ برای ما خط میکنم. اگر دست خط کنیم خیلی زمان میبره، ماشین عریض و همه کار سرعت میبخه و به این شکل خط میکنه که تا میره به مرحله صحافت. عالی عالی. این ماشین عریض هم کجایی هست؟ این چی هست؟ انگلیسی هست. کجا؟ انگلیسی. و ماشین رو چاپ میکرد کجا؟ این آیدلبرگ آلمانی. آلمانی. خب این ظرفیت تولیدش چقدر از 24 ساعت؟ ایرم در ساعت 5000 تا 10000 ورق برای ما نظر به نیاز خاط میکنه. هر قدر کتاب که خواسته باشن دیگه میتونین شما چاپ بکنید. ظرفیتش داره. مثلا ما یک کتاب 100 صفحه را ممکن در 2 ساعت برای ما تموم کنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. بعد ساعت هم نمیکشه. بله، ما ورقه برای شما که پیشتر نشان دادیم برای هموطنهای ما ای اصلا 4 صفحه است. 2-4 و 4 صفحه هم در پشت از این که میشه 8 صفحه. 8 صفحه اینه به این شکل منظم چاپ میشه. و بعد از اینکه چاپ میشه باز کجا میره؟ بعد از اینکه خواهد شد حالا ما کتاب آماده داریم. ای را بگیم این فرما ها کنار هم چنده میشه. مثلا ما قضیه را برعکس بکنم، مثلا این فرما اینجا مانده میشه، اینجا و به اساس فلد که میشه تمامش اینجا مانده میشه. بله. و به این شکل در اینجا میزی دوره است کتاب مانده میشه. بعد
توسط دست دوباره فرما به این شکل سر هم چنده میشن. خیلی خوب، خیلی خوب. این شکل چنده میشن و چنده که شد در آخر ببینین صفحات کتاب ما فکس به شکل کتاب است. میایه به مرحله که ای باید بیاید این ماشین و کتاب شروع شوه، پوش کتاب مانده شوه، برای به مرحله آخره. تو مرحله آخرش با مرحله مرحله آخر مرحله است که برش میشه، بسته بندی میشه و میره به بازار. ما با بزرگترین مطبعه که در افغانستان هست رفتیم و ما دوست داریم که کوچکترین مطبعه رو برای شما به تصویر بکشیم و این مطبعه واقعا یک کار بسیار عالی را انجام دادن. با ماشینری بسیار اندک اما کار بسیار بزرگ را اینا انجام میدن. حالا رسیدیم به مرحله صفایی. اینجا دیگه خطکاری میشه. باز قسم گفتین مرحله اول مرحله ختم همینجا است. همه از همینجا آغاز شد و همینجا ختم میشه. این مرحله است که کتاب به این شکل میآید. بله کتاب مثلا نامنظم است. بله. کتاب این کتاب ببینید چقدر منظم و این کتاب ببینید که اصلا منظم نیست. یعنی این شکل منظمش و این هم شکل نامنظمش. اینجا ظرفیت و ظرافت کار یک چاپخانه را اتفاقا همین مرحله است که بله. به مشتری میتونه مشتری را جذب بکنه. مرحله کتاب صفایی است. ظرافت کتاب است. بله. شما زنده باشین جسور و نازنین از اینکه برای ما معلومات دادین. اگر در آخر کدام گفتنی دارین کمره تلویزیون خوشید در خدمت. بسیار تشکر و لطف کردین که تشریف آوردین. این کاری بود که خب برچند کار زیاد عالی نیست، یک کارخانه بزرگ نیست، ولی همی که در داخل افغانستان ما فعالیت کردیم، ای که نرفتم دنبال یک کسی که فلان و احمد و محمود که برای ما کار بتونیم، همی که تانستیم یک چهار تا دیگرم در کنار خود کار ایجاد بکنیم. خیلی خوشحال هستم بابت همینش. از شما هم تشکر. شما با سلامت باشید. قربان جسور نازنین. 0782-22-47-19 در خدمت شما. زنگ بزنید من به فابریکه و شرکت شما. برنامه خوبی از شرکت و فابریکه شما همچنان میگوشه باشید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.